با سلام خدمت شما خوشگل قشنگای محترم عزیز دل من که انقدر قشنگ ناز و ملوسی. میخواستم بگم پارتراتون میگم، بعد یادم افتاد که اگه یه نفر خیلی رندوم بیاد منو ببینه با خودش میگه، فکر میکنه که من به اشتباه پارتنر رو دارم میگم، فکر میکنه من مثلا خرم که پارتنر رو میگم پارتر. دیگه بریم قضاوت. یه ویدیویی خب تو اینستا من دیدم که خیلی پشمام ریخت، خیلی دوستم اونو ببینم. روز 50 نفر میگن اینو ببین. سلام، من شهاب صادقی هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو بلایند دیت دیگه با حضور سعیده و مهرشاد. بی‌نهایت متشکرم که این ویدیو و این کانال رو انتخاب کردید. امیدوارم که ببینید و لذت ببرید. سپانسر این برنامه ما اپلیکیشن پرژن کلابه که چرا من سپانسر ندارم؟ چی وقت سپانسر نداشتم؟ اپلیکیشن دیتینگه، به چه معنا که شما میتونید هر جای دنیا که هستین این اپلیکیشن رو دانلود کنید و پارتنر مناسب اپ دیتینگ اسپانسر برنامه دیتینگ. 10/10 واقعا. سلام سعیده. سلام مرشد، خیلی خوش اومدی. سلام شهاب، من از سعیده میترسم و تو کنسل شدی همین الان. سعیده سیاد دعوتت، متشکرم. سلام شهاب جان، مرسی از دعوت. خب تو هم کنسل شدی سعید. سلام هم خدمت خانم سعید از راه دور. سلام آقا مهشد، خیلی خوش اومدیم و یه معرفی کوتاه از خودتون بفرمایید. سعیدم، میکاپ آرتیستم. مهشد هستم. ظاهری برام مهمه، قد برام مهمه، بعد رنگ پوستش هم برام مهمه. یعنی چی؟ دیگه. از فاکتورهای اصلی انتخاب پارتنر. آره دیگه، خب تو دیده اول که دارم نگاهش میکنم ظاهرش برام مهمه دیگه، اخلاقش که ندیدم. رنگ پوستش برام مهمه. پوست خواهی مهم؟ رنگ پوست باید چه رنگی باشه؟ خیلی سفید نباشه دیگه. چش انقدر دارک بود حرفی که زد، حتی میترسم هر چیزی از هر دو طرف بگم. اگه فهمید منظورم چیه سه بذاره داشته. والا من اول که چهره و طرز پوششه، بعد طرز صحبت. میفهمین که ظاهر مورد نظرتون چیه؟ والا ظاهر مورد نظر پوشیده. اون چیزی که تو ذهن همه هست نه با چادر، ولی پوشیده اونجوری که نریز بیرون. اگه میخواییم بریم مهمون تولد خونه دوستم آراسته، فهمیدی؟ بیرون آزاد باشه، نه نیویورکی نه. کجا مثلا؟ ایرانی. ببین من الگو مادرم بوده، من چیزی میخوام که شبیه مادرم باشه. مامی ایشو داره، پسرایی که دنباله پارتری میگردن که میخوان شاید مامانشون بشه پر از تروماهایی که از جانب پدر و مادره و به خصوص مادرشون. خب مطمئن باشین این فرد پر از تروماست و دلم میسوزه به حال پارترت به هر حال، چون 100% باید بری تحت نظر تراپیست قرار بگیری و تروماهات گره‌هاش باز شه. چون کسی که میاد اینجا داره میگه من میخوام پارتنرم شبیه مامانم باشه، پر از مشکله. یک ساعت آینده ویدیو تو کنسلی. من تا حالا ندیدم بعد بپوشه. نه من اینجوری نیستم، من دوستم با پسری که مثلا پارتنری که پیش همه دوستم تریپی مثلا لباس و استایلم جوری باشه که خودم دلم میخواد، دوست دارم اون مدلی برم بیرون. پسرم هیچ اظهار نظری نکنه. پسر خب وقتی من باهاشم میگه پسرم هیچ اظهار نظری نکنه. خب تو داداش من، برادر من، خب تو از این چیزایی خیلی میخوای مغز آدمو بخوری. مغز آدمو بخوری نه چیز دیگه، فهمیدی؟ نه باید نه خیالش از خودش قرص باشه که مثلا میگه خب اون خیالش از خودش راحته، خیالش از بقیه ناراحته. خب نه دیگه، وقتی دختری تو رو دوست داشته باشه دیگه نگاهش سمت بقیه نمیره. خب اصلا ما به فکر نگاه شما نیستیم، به فکر نگاه بقیه. خب همونو دارم میگم دیگه. خب من دوست ندارم پارتنرمو کسی ببینه. مهشاد میگه دوست ندارم. بندازش تو اتاق، درو ببند، در قفل کن، قفلش هم بخور، هیچ وقت هم دیگه دستشوی نرو. بهترین کار ممکنه برای دوست دخترت دارم که پارتنرمو کسی ببینه. شما موافقی؟ نه اتفاقا باید تو معرض دید باشه که مثلا بقیه خب ببینن این چی داره فلان، ولی نمیتونن بهش دست بدن. یعنی جسارتا من هرچی دارم و باید نشون بدم دیگه.
من چرچ دارم نشونه. خب شما الان تزتون اینه من دیگه. من میگم وقتی مادم با کسیه که همه چیش خوبه فرانه، چرا نباید بذار کسی ببینه؟ حالا میبینن دیگه. میبینن؟ یعنی هر چی بود و بعد ببینن. خب شما فقط دوست داری واسه خودت باشه، خودت ببینی. چیزی که مال منه فقط مال منه دیگه. ویدیویی که قراره یک عالم آدم ببینن اومدی توش که مثلا دوست دختر انتخاب کنی و میگی مال منه، مال منه، هیچ کس نبینه، همه دارن ویدیو آشنایتون رو میبینن. ریدی ریدی نه من اینجوری نیستم. من دوستم، من آخه تو پوششم اینجوری هم که دوستم خودم هرچی دلم لباس میخواد بپوشم، چون لباسای خیلی باز نمیپوشم خودم، ولی دوستم دارم پارتنرم گیر بده که آی چرا فلان لباسو پوشیدی، چرا این کار میتونه اینجوری. حرف جالبی زن. من هم همیشه همین شکلی هم. خب ولی کافیه یکی بهم بگه مثلا این تیشرت نه، یکی تیشرت میخوام اینجوری، خودم میدونم، به من نگو. صدیفه. نه نیستم اینو. بفهمید. اصلا پسر چرا اومده بلایند دیت؟ مامانت انتخاب میکنه برات. تو مگه تا الان نشستی مامانت یکی رو انتخاب کنه از دخترای همکاراش؟ اینجا چیکار میکنی؟ پاش برو خونتون، منتظرشو مامانت بیاد عکسشو پسرم اینو ببین. دختر خان فلانی رو چقدر خوشگله. میبینیش؟ به نظر من که آخر هفته برنامه بچینیم ناپلونی رو بخریم بریم خونش جون. اول اگه چی کار کنه خیلی تو ذوق شما میخوره. پر رو باشه، بعد صحبت کنه با هم، خانومه خانوم به خودم خودش هم تعریف کنه. یکی هم موردش اینه که در مورد پارتنرهای قبلیش صحبت کنه. این خیلی کنسله. یکی هم این که ببینید آدمی که دنبال یعنی مادیگرایانه باشه سیستمش اینجوریه که از همون اول سلامو میگه، شما متوجه میشه اصلا سیستمش چجوریه. دوست ندارم راجع به قیمت غذا با هم صحبت کنه، چون وقتی که پارتنرمو انتخاب میکنم نگاه به جیبش هم دارم میکنم دیگه، پس یه جایی باش دیت میذارم که خیلی زیاد گرون نباشه و اینا. حالا شما فرض کنین که پارتنرتون هی غذا گرونترین غذا رو مثلا اولش فکر کردم منظورش اینه که یه جا قرار میذارم که بخوام جیبش رو نگاه کنم ببینم لارج، دست به جیب فلانه، بعد آخرش گفت یه جور انتخاب میکنم گرون نباشه. کریستوفر نولان هم پشماش ریخ استفادهش بده. آیا این اصلا به چشم شما میاد؟ اگه واقعا هر روز اون غذا رو میخوره نیش جونش بخوره اصلا. ولی منظور اینه که طرف نیازهایی که مثلا باباش بخواد بگیره رو هم من نخواد. منظور تو از اول بگو، چون تو مثال رستوران میزنی ولی میگی چیزی که باباش نخواد و عمان بخواد. چقدر تو مادر پدر سیر میکنی؟ چیزی که باباش میخواد و عمان نخواد، چیزی که من مامانم دیدم همونو انتظار دارم. تو پور از ترومایی، تروماتایزلی. بیا برو، تو رو چه به بلایند دیت، بیا برو خونه تون. میتونی شفاف تر بگی منظورت چیه؟ شفاف تر بخوام بگم مثلا رنگ موی دختر به من ارتباطی نداره. آها شما یه هزینه های شخصیش با من نیست. دقیقاً هزینه های شخصی با من نیست. حالا یه بنده خدای تو برنامه بود میگفت بعد مثل پدر باشی. منظور از لحاظ عاطفیه، نه از لحاظ مالی. تو چی شما دوست داری که پارتنرتون مثل پدر باشه برای شما؟ بله، اصلا کلا 100 درصد دوستم حمایتگر باشه، بعد کنارم باشه، جوری باشه که مثلا خیالم بهش مثلا راحت باشه، پشتم بهش گرم باشه. خیالت از بابت همه چی راحت. برو هر چقدر میخوای کارت بکش، برو. رمزش اینه 1 2 3 4. اینکه با دوست پسرت میری بیرون سر دعوت میشه، میگه الان میگم دوست پسرم یا دهنت سرویس کنه از اینا، اینجوری دیگه گرون شده. چی؟ الان تو خیابون آدم دعواش میشه بعد بگیم نه دیگه، خب اصلا خیلی راحت باشه با اینکه بحث میکنی بعدش برگره بگه الان میگم دوست پسرم یا دهنت سرویس کنه. دماغ بشکنه الان صرف انجام میگه. میتونی دعوا کنی؟ من نه. تو که تو رینگ دختره میزنتت، بذار این پرده بره کنار، میخورتت یه لقمه چپت میکنه. کجا داستانی؟ با چونهش اینجوری پارت میکنه، صورتت نصف میکنه، چونه داره آه تیز چاک میده همه جا، تو خبر نداری. مثلا شما در پی دوست پسری هستین که دوست دارین دعوا و اینا بکنه؟ دعوا که نکنه، ولی پس خودش بر بیاد. من چون خوشگلم خب همش دعوا میشه سرتون. آره زیاد دعوا میشه.
خب الان دیگه فکر کنم خیلی دیگه اصلا دعوا اون مرسوم نیست. حالا یه بار رفتیم کافه مثلا سری بعدش میریم حالا بیرون، یا مثلا سری بعدش شهر بازی یه چیز مثلا یه چیز خود باورم نمیشه یکی بالاخره گفتی فوتبال حبابی شهر بازی. یه نفر اشاره کرد به تفریحات غیر رستوران کافه، تبریک میگم بچه. یه نفر گفت شهر بازی. نه اینکه من بخوام بهش بگم، بعد از نظر پدریم که گفتم حمایتم کنه مثلا عاطفی پشتم باشه دیگه. کنه پدر فقط اونجایی که به شما. ببین من احساس میکنم کسی واقعا بنده یه کسی نیستش، یعنی از لحاظ پدر دیگه حرفش مهمه. خب من هیچ وقت پدرم نیومد بهم بگه که مثلا لباس تو درست کن، مثلا این لباسو بپوش، نه اینجوری نیستش اصلا. ولی خب عاطفی همیشه هوامو داشته. فکر کنم شما منظورتون پدریه که هرچی شما دوست داشته باشین و درک بکنه کنهشو بگه. من برکلی چی میگی تو؟ پسره 100 برابر کنسلتر از همه کسایی که الان کنسل شدن. هرچی دوست نداشته باشین و بکن نکناشو نگه. مثلا آفرین دخترم چه لباس باز قشنگی پوشیدی. شما معتقدین که چیخه عقده ای تو میتونی بگی آفرین مثلا چقدر رنگ موهات قشنگه، میتونست این جمله رو بگه، چقدر لباس زیبایی جدیدن خریدی، آفرین لباس باز قشنگی. واقعا به سر رو اصابه. هزینه های مشترک رابطه با آقای بله بله و شیر نشه؟ نه نشه. ولی هزینه های شخصیتون؟ با خودمه. با خودتونه. شما فهم میکنی هزینه مشترک با آقای یاش باید شیر بشه؟ 100% با آقای. من به نظرم واقعا اگه طرف مثلا ضعف این موضوع رو داره سر دیت نره. دختره زمان... ابتدای پخش ویدیو گفتم دختره کنسله، میترسم ازش. اونی که به اون سرمایه برسه، چون آیندهشو خراب میکنه اون نفر. هرچی داره پس انداز میکنه رو باید سر دیت بده، چون وظیفه آقای دیگه چیز خیلی کوچیکه. فرق سر پسره یه جوری برق داره میزنه، پشمام ریخته. نمیدونم شما ضعیف‌ترین شغلم داشته باشی در حد دیت میتونی بری میرون. نه ببین دیتی که دارم میگم دیتی نیستش که مثلا ببریش یه عمرت بهش بدی برگرده. خب شما مگه اول صحبتت نگفتی من نسبت به درآمد طرف خب همونو دارم میگم. ولی منظورم اینه الان من ملاکم برای مثلا انتخاب پارتنرم اینجوریه که مثلا دختر باشگاه اومده داشته باشه، به قدری داشته باشه که من مثلا میخوام برم جای خیالم راحت باشه. حرفاتون ضد و نقیضه. نه نه ببین من داشتم اون آدمی رو میگفتم که وقتی نداره باهاش دیت گذاشتم نسبت به جیبش مثلا خب نکنم، من که میدونم فلانی نداره. دی وقت با اون دیت میذارم نسبت به جیبش نکنم، یا وقتی گذاشتم هم رفتم باش میدونم نداره قضیه سفارش ندادم. اولویتتون یک آب معدنی، آب ساده با یخ از لوله کشی لطفا. چی میگی؟ من از چی میگی دختر حسابی؟ من نمیدونم چرا حرفاشون رو رک نمیزنن. از قضاوت ها میترسین، ترس از قضاوت دارین. خب نمیای بگی من میخوام با کسی برم دیت که پول داشته باشه، چون میدونی مردم میان میرنن بهت، پس میایم سقرا کبرا میچینیم. من دوست دارم اینو یک پدر حامیم باشه، اگر رفتیم دیت یه چیزی بگیرم که بکنه، از اون طرف هم همروز نریم املت بخوریم. معلوم هست چی میگی؟ راحت نمیگی من دوست دارم یه شغلی داشته باشه که ماهی 200 میلیون دراره. بگو راحت بگو. خب البته فکر کنم صرفم منظور شما صرفم فقط هزینه های دیت و اینا نیست، چون به قول میرشاد خیلی هزینه بر نیست این موضوع که من بگم شغلش اینجوری باشه که هر شغلی اینو در بر میگیره، درسته؟ من بیشتر منظورم از بحث شغل جایگاه شغلی و جایگاه. آقا یعنی چی هزینه بر نیست؟ شما اصلا تصور کن میخوای با پارترت، با پارتر واقعا، خب میخوای هر روز بری مثلا چه میدونم یه لیوان چای بخوری با یه لیوان قهوه، همین، هیچ چیز اضافی نریزی تو معدت، فقط قراره با پارترت چای و قهوه بخوری، همین. یعنی یک نوشیدنی فقط بخوری، چیز خیلی آفوگاتو هم نری بخوری، یا فقط چای و قهوه ساده. خب حساب میکنیم الان یه لیوان چای چنده؟ 50 تومنه 40 تومنه چنده؟ حالا ما دست بالا میگیریم،
در گرونترین حالت ممکن، مثلا میگیم لیوان چایی 50 تومنه، یه لیوان قهوه رو که آمارشو دارم 70 تومنه، 120 تومن تو 7 روز هفته. خب میخوایی مثلا چه میدونم 4 بار همدیگه رو ببینیم، در اون همون 4 بار خب میشه 480 تومن، تو 500 تومن ها، 2 میلیون میشه فقط پوله این که تو هفته 4 بار فقط بری چایی و قهوه خالی، نه کیک بخوری، نه غذا بخوری، نه کنارش ام بخوری، گوه بخوری، گوهو که میخورن یعنی کنارش هیچی، مالیات هم ندی، هیچی هیچی، یعنی فقط چایی و فقط قهوه، همین میشه ماهی 2 میلیون. حالا تو بیا به این فکر کن که ممکنه غذا هم بخورین، کنارش یه کیکی، کلوچه، کوکی، زهر ماری هم بخوای بگیری بخوری، چه میدونم چایی نخواد دم نوش بخوری، قهوه ساده نخواد یه چیز بستشیش بخوری، دیگه ببین چقدر میشه، کم کم باید 10-15 تومن فقط پول این دیت های ساده ایشون باشه، پول رفت و آمد و بنزین و استکاک ماش، استلاک استکاک اون هیچ، اینا همش نیست، اینا هیچ کدوم نیست، فقط پول چای و قهوه 4 بار در هفته میری میخوری، همینو حساب کردیم فقط استلاک استکاک نمیدونم اجتماعی بود. و اگر نه خب همه مشاغل درآمدشون دیگه دیتو دربر میگیره، بفهمید که جایگاه شغلشون آقا مشاغلی دیتو دربر میگیره، کسی که بخواد بره توی یک قراری که در هفته 3-4 بار بخواد پارترش رو ببینه باید بالای 10-15 باشه، با توجه به چیزی که الان میفرماین چرا نمیگین؟ چرا نمیگی آره من برام مهمه؟ آره میتونی، برای همین دارم میگم اگر یک نفر بخواد این کارو کنه فشار میاد، بار مسئولیت این چیزا روی دوش یک نفر باشه سنگینه، برای همین من همیشه میگم که خوبه توی رابطه همه چی دو طرفه و بالانس باشه که کمر یه نفر نشکنه، میگم چقدر خوبه که یکم شیر شه این وسط، جیب یه نفر تا کلیش اینجوری سوراخ نشه بره تو این اوضاع اقتصادی. برای شما مهمه؟ برام مهمه، دوست ندارم پارتنرم کارمند یا اداری باشه چون تایم کاریشون آزاد نیستش، دوست ندارم. شما براتون مهمه که اصلا خانم شاغل باشه یا حالا این موضوع که فکر کنم برعکس کارمند باشه تایم آزادش خیلی بیشتر از شغل آزاده احساس میکنم، چون دیگه بعد از ظهر میاد خونه، ولی شغل آزاد تا 8-9 شب فکر کنم سر کارن معمولا. بله 100% برام مهمه. آفرین جوری باشه که آفرین راجب همه چی اینقدر صادق باش، دقیقا جور دوستان میخوام برم ماشینش خوب باشه. کف کار چیه استاد میگم؟ کف کار 207 خودش. از این منظر میفرمایید که جلوی دوستاتون مثلا زشت و اینو نباشه، مثلا 26 هم نه 207 تریپ بیاد بالا و اینها، منظورتون اینه؟ نه حالا جلو دوستام نه، تو اجتماع که دارم باش در میام، جلو دوستام، جلو مردم، هر کسی. مردم چی کارت دارن؟ آقا اصلا گیریم 207 که گفتی؟ حالا فکر کن الان 206 میاد، جایگاه اجتماعیت با 206 سنجیده میشه تو سطح خیابون جلو مردم، چی میشه؟ آقا برات جلو مردم میره، وای نمیفهممش، اصلا نمیفهممش، پشمام. دو ساعت هم ماشین خودتون چیه؟ من ماشین ندارم. سرم که مثلا تو اجتماع که باش درمیام دیگه ماشینش جوری باشه که مثلا بتونم باش برم. ماشین نداشتنش برام خنده‌دار نیست. این که با اعتماد به نفس زیادی داره این حرفو میزنه، بعد پسر گفت ماشین خودت چیه، برام خنده‌دار بود. یه شاسن مردم و اینا، ماشین درب داغون نباشه که با انگوش نشونم بدم، این چی میگم مثلا تو راه گیر کنم باهاش. عاشق باشی پشت موتورم میشینی. تو ساکت شو. تو ساکت شو. تو بیا برو به یقه لباس پارترت گیر بده. لطفا راجع به این موضوع نظر ند. مرسی. پشت موتور بشینم. آره نشستم. اگه عاشق باشی با هر چیزی. اگه عاشق باشم بدون ماشینم من هست. ایول. دمت گرم. مثل تو خیلی کمه. شما بفرمایید. من مثلا مهم. خب میفرمایید که علتش هم اینه، ببین بالاخره یه جایی هستیم
من مثلا اونجا. بالاخره اون بنده خدا میخواد بیاد اونجا دیگه. یه ذره جلو بقیه زشته دیگه، ماشینش خب شما میتونی براش ماشین بگیری، شما میتونی براش اسمت بگیری، شما میتونی راننده براش بفرستی. عزیزم شما که بعدیت میاد میتونی این کار رو بکنه. خب چی باشه مهم نیست، فقط سه تا چیز نباشه. واسه دختر ها 405 سمند پرشیا. پراید هاچبک هم قبول میکنم. من این سه تا یه ذره یوغوره یه لونگ. خب بفهمین که شما دیت بعدم آیا داشتین؟ من هنوز تو کافه این بودم که گفت برام بر راننده بفرستی. پر از شوک‌های در لحظه است این ویدیو. یه آقایی بود خیلی معروف بود، فوتبالیست بود. بعد قرار بود که با هم دیگه بریم بیرون. خب من همیشه اینجوری بودم که اکثر خب پارتنرها مثلا قوچان نجات کی؟ من فقط قوچان نجات رو میشناسم. انتخاب میکنن دیتا دیگه کجا برن چیکار کنن. من فکر کنم خب همین جوریه دیگه. بعد با هم دیگه دیت گذاشتیم. اومد اون دروازه‌بان چی بود؟ با خواننده خارجی دوست بود، لباسش نارنجی بود. اون دنبالم. بعد تو ماشین هایی داره منو میچرخونه، هایی داره منو میچرخونه. بعد خیلی هم معروف بود و خیلی هم پولدار بود. بیرون. بعد هی من انقدر چرخون که دیگه سرنگیش رفت. بعد چی کار میکنی؟ طریق از یه هوبی به خدا. یعنی من بهش سه بار قشنگ تاکید کردم تشنمه، تشنمه، آب میخوام. اون بنده خدا دیگه معروف، احتیاج نداره چیزی بخره. نه دیگه معروف باشه، بر خودش معروفه، بر من که معروف نیست. بعد دیگه هیچی دیگه به من گفتش ببینیم خونمون. من باش نرفتم، من رسون در خونمون خودش رفت. ما با یه دونه از بلاگرای اینستا گفت حالا این گفته یه فوتبالیست معروفی، حالا ما هم میگیم بلاگر اینستا. ببین همین ابتدا معلوم شد داری دروغ میگی، چون ارتباط چشمی تو اما قایم کردی، چون داری دروغ میگی. بودی لنگوی تو پر از ترومانی. بعد مثبت 200K هم بود، باشون صحبت کردیم و یه قراری گذاشیم توی کافه. بعد دیگه حالا توضیحات بیشتر نمیدم که چه مرسی توضیحات بیشتر ندم. زدی به سعیده، ماشین سعیده، و پیاده شدی. خوشت اومده. نفسی شماره ایشونو بگی. حالا شما بیاید من ادامهش رو برفتم. ای آقا چی کار میکنی؟ حواست کجاست؟ ایشالا از سری به تو گواهی نامه داده. خاک تو سر من، ایشالا زودتر بهتون میزدم. فدای سرتون. فدای سرم؟ بله. زدی ماشینامو نابود کردی فدای سرم؟ فدای سرتون. یه دونه نوشو میخرم واسه شما، شمارتونو بدید واسه خسارت. بله. نوشو میخری دیگه. بله بله. خب شماره هم بزن. تمام شد. ویروس رودم بود گفتم دار برمیگردم. شما جا گذاشتم میخوام زنگ بزنم مامانم، باید میمد دکتر، وقت براش گرفتم نرسیده. بفرمایی. شما رو زدم تک انداختم. شما رو شفت رو گوشی تک انداختم. کسایی که میگن تک انداختم مثل اونایی هم که میگن ما رل فاب داریم. شما زده شو؟ خب شما رو شفتاد بعد خب شما رو زدم بعد دیگه به سنگ میزنم دیگه. بعدش سنگ میزنم باید عرش میزنم قلقمی شد. خب دیگه ما زده باید مرحله مخزنیه دیگه. آره سعید ما اونا رو باید ببینیم دیگه. اگه میخواین هم از این روش باید تلفن رو بزنیم ببینیم شما چه شیرین زبونی میکنین دیگه. سلام بفهم قربون قدت برم. میگه واقعا دیگه خوشم بیاد میگم دیگه خوشم بیا. آره من خیلی بچه روکیم. باری که شما خوشتون میاد. انقدی ولی روک نیستی بگی که هرچی پولش بیشتر باشه بیشتر خوشت میاد. من اونجا لپان گل میندازه، خودم خجالت میکشم. موظف لپات گل نمیندازه. شرم نیابتی اومد سراغم. سه بد نمیشه یکی به آدم همون لحظه یا بگه سلام قربون قدت برم، آدم خیلی فکر کنم معذب میشه به جنگی شما فرار میکنه. نه اتفاقا اینجوری من از من خیلی خفن تره. مستقیم داری به یارو میگی خوشم میاد ازت دیگه. شما دوست دارین؟ من نه واقعیه. سلام علیکم قربون قدت برم به شما چه حسی میده؟ من حس میکنم این جمله رو به بقیه هم میگه. یعنی یه نفر آدم چشش میگیره. وای چه شکاک و مریضی تو، پر از ایشویی تو. کم کم راحت 5 سال هر هفته بعد به پیش تراپیستا شاید یکم بهتر شی.
یعنی یه نفر بهش میگه قربون قدت برم و بفهم میکنه خب اینو داره به همه میگه هر روز، لباسش هم که بازه، شبیه مامانم هم که نیست. یه دیگه ده نفر رو که چشش نمیگیره. نه احساس میکنم این جمله یه جمله یادگاریه از قدیم اومده. آها احساس میکنی شاید مثلا هم کسی گفتم. نه خب میتونم یه بار دیگه ما خطاب بزنم. قدیمی بوده درست یاد چه گاری بوده. سلام آقا خوبی؟ سلام بفرمایید. میتونم شامورتون رو داشته باشم؟ نه خیر. دوماده ننم نمیشی؟ مطمئنی؟ یعنی به هر کی بگی همون دقیقه فرار میکنه که چرا تو که این قرار فرار کنی بابا؟ اسم مادرش هم فارسی؟ میخواد دو تلسم بندازه تو جونش. الان میگه اسم مامانه چیه؟ به مثلا میگه فلان اسم مامانش اینه الله اینو بده بخوره میاد فرد خواسته کنید دعا بگیری؟ بله. خب روش های شما روش همین که من مسخره کردم و پسره گفت پیش مام نگو این قرار فرار کنیم بابا اشو اسم مادرش هم فارسی؟ آقای دعا بگیری؟ بله. خب روش های شما روش های عجیب و غریبیه. روش ده پنجاه کنم که حالا شاید اعتماد به نفسم بالا احساس میکنم قیافه هم اونقدر کاریزماتیک هستش که بتونم با چشم و ابروم سر کسی خوشم بیاد بخواد بیاد طرفم. خوشگلم که برای شما هوش طرف مقابلم مهمه. ببین من کلن بیشتر روابطم که تمام شده به خاطر هوش بوده، یعنی هوش بالا بیشتر از این که فایده داشته باشه اذیت کننده است. خودشو داره میگه اذیت میشم، شوخی میکنه دیگه، چون یه حقایقی رو میفهمی که بقیه نمیفهمن. خیلی اذیتت میکنه این موضوع. آه شما میفهمی که من هوشم بالاه به خاطر هوش بالای خودم. برام خط فکری من و آقای شهاب جان صادقی خیلی همسوه. دردسرساز شده. دقیقاً. اصلا اذیت کننده است، چون این موضوع کلاً اینجوریه که بقیه نمیفهمن، رد میشه میره. من میفهمم رابطه تموم میشه. خب بنابراین شما باید براتون مهم باشه که پارتنرتون هم آدم باهوشی باشه که بتونید با هم دیگه همتراز باشین از این منظر. بله. 100% همینطوریه، چون ببین اصلا نصف رابطه سر این به مشکل میخورن که حرف همدیگه رو نمیفهمن. هوش در رابطه خیلی متقیه. اگه کم هوش پارتنرش هم کم هوش باشه، اگه باهوش پارتنرش هم باهوش باشه. شما موافقی؟ نه. این چه سمی بود گفت؟ اگه باهوشی باید آدم باهوش باشه، اگه کم هوشی باید چشم. این به بعد یه تست آیکیو اول بلایند دیت یادتون باشه حتما بگیرید از همه. موافق نیستم، چون من چی میگه؟ من پوشم میزنم خونه، نیازی بهش ندارم. باید اون هوشش بالا بشه، یه جوری باشه که کسی نتونه مثلا بخواد به پارتنرم یا مثلا به من آسیب بزنه، بلد باشه مثلا رفتارش رو، مثلا بفهمه طرف مقابل مثلا داره یه حرکتی انجام میده واسه چی داره، مثلا رو چه نیتی داره اینو انجام میداره. این آب باکیو ریخت رو دستش، گفت من بخوام مثلا پارتنرم برم بیرون مغزم زم خونه. یعنی شما عقلتون رو میسپارید دست نفر مقابل دیگه. آره دیگه. من مراقبم باشه. خب من میخوام که مراقبم باشه. من میخوام با اونی که دارم میرم بیرون انقدر خیالم ازش راحت باشه که نیازی به هوش نداشته باشه. بابا شاید یه دقیقه حواسش پرت شده دیگه. نه با حواسش پرت شه دیگه. خودتون ترجیح میدی که اگه پارتنرت گفتش که من محکم گاز میدم تو خیابون ببینم به کونو کدوم ماشین میخوریم بعد بخندیم با هم، تو هم میخنده میگی آره بریم، چه بازیه؟ نمیفهمم. یه چی هوشمو میذارم خونه میام بیرون. 25% جذابتر باشین یا 60% باهوشتر؟ 25% جذابتر. 25% جذابتر. شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارین؟ بله 100%. خودتون تجربه داشتین؟ بله تجربهشو داشتم. من یک بار آدم عاشق او پسر الان دیوونه. نگاش کن چشاشو، نگاه خون جلو چشاشو گرفته. پسر گفت راجع به پارتر قبلی ها پارتر هات راجع بهشون صحبت نکن. به علی من عشق در نگاه اول داشتم. آدمی شدم که الان گفتم ماشین برام ملکه، ماشین نداشت.
ماشین نداشت ولی خب پارتنر بسیار خوبی بود. یعنی اون نداشتن ماشینش با این کارا که خوبی که کرده این کارا همه رو جبران کرده. یعنی ملک نبوده برام اون تایی که با اون بودم. دوست داری که باز هم عاشق بشین؟ آره دوستم. بارها و بارها. ما هر دفعه هر روز داریم عاشق میشیم. تا وقتی که میتونم عاشق شم عاشق. تیکه انداخت. نه دیگه هفته یه ما اینجا نشستیم تیکه بندازیم. خب تو اونجا تیکه ننداز. تو تیکه بندازی دعوا میشه. حتی به نفعمونه. چرا رو شاکی شدم؟ 24-48 میکنم. قرصه چیزی. مگه سربازی؟ چایی خوش کنه هر 24 ساعت یکی دارم. نه ندارم. آن به عشق نه نگاه اول اعتقاد ندارین؟ خیر. شما اصلا تالا عاشق شدین خودتون؟ عشق بچگی. دوست داشتن زیاد رو تجربه کردین؟ بچه بودم هم. عشق در نگاه اول به نظر من شما فقط از قیافه و استایل طرف خوشت من شخصیتش رو نمیشناسی که قیافه و استایل هم یه هفته باش دور باشه یادت میره تمام شده عشقی در کار نیست عشقی که در کار هست اون فرمولی که شما میگین اون هورمونه اونی که الان تو گفتی تحت تاثیر هورمون آدم اونجوری برداشت میکنه یه هفته یادت میره نه ممکنه یه دقیقه بری بعد یادت بره عاشق بودی یس عشق نیست عشق یا کلا اصلا معتقدین تو یه نگاه شما چجوری عاشق شما کلا معتقدین که عشق در کار نیست کلا نه میگم تو یه نگاه تو یک نگاه نیست چرا دل میبندی دیگه نگاهش میکنید دلت برش میره خب خودتون بین عشق و دوست داشتن زیاد کدوم انتخاب میکنین من دوست داشتن خیلی زیاد شما من دوستم عشق رو تجربه کنم دیگه به جنون برسم شما دوست ندارین دوست دارین تحت به جنون برسم وای خدا چارچوبی باشه و از یه حدی تجاوز نکنه از یه حدی هم بیشتر آسیب نزنه زندگی رو نابود میکنه من دوستم میارزم وقتی آدم حالش کنار یکی خوبه عشقته من از همه خوبه من دوستم وای از... الان یه سکانس از دختره تو ذهنم ساختم مطمئنم واقعیه از ایناست که تو ماشین جاده راه مثلا چالوس دارن میرن شمال داد میزن او دستم تو دست یاره بعد دست پسره رو پشت فرمان اینجوری میکنه قربونت برم جنون از جنونش این تو ذهنم با من پسر خیلی فرق داره من آیندم از بین میره چون سرمایه و وقتم رفته آخه خانوما آخه وقتشو نذاشته فقط تویی که وقتتو گذاشتی البته آره دیگه وقتتو گذاشتی میتونستی اون وقتو بسپاری به مامانت بره برات همسر برگزینم میان خوبان آدم یک بار بیشتر ایشون هم همین اتفاق براشون افتاد آقای شهاب جان سالم به نظر من چون مگه سرمایه‌ای که مثلا برای اون عشق و عاشقی پرداخت کردم و نگه مثلا سرمایه مالی رو می‌فرمایید بله یعنی اگه مثلا ماهی 10 تومن پول غذا و کافه و اینا نمی‌دادم یا مثلا سرمایه وقتی اون تایمی که واسه اون طرف گذاشتم رو زندگی خودم اگه می‌ذاشتم خیلی تفاوت خب برای خانومم همین مگه نیست ایشون هم سرمایه وقتی تهش ازدواج می‌کنن میرن شما تهش ازدواج می‌کنی میری دیگه خب من یه پول داشته باشم که نمیتونم ازدواج کنم بفرمایید که آخرین رابطه‌تون کی آخرش منطقی تموم شد یا منطقی تموم شد شهاب جان حرفش چرا قطع شد چرا تموم شده آخرین رابطه هم حدوداً 3-4 هفته پیش تموم شد بابت بچه بازی و دوستاش با دوستاش بیشتر وقت بگذرونه اولویتش من نبودم 3-4 هفته بعد ولی خیلی دوستم داشت اما دوستاش شیطنت بکنه و اینا در کنارش منم داشته باشه ولی خب من خیلی دوستاش داشتم ولی الان تو این برنامه دوستش داشتم که تموم شد رفتی حالا اومدم تو این بند دوست داشتم اومدم اینجا این نمیخواد باور کنه دوست داره دختر آفتاب مهتاب ندیده همچون قرص ماه بیاد بشینه اینجا توی برنامه بلایند دیت بعد عکسشو بعد برنامه بفرسته واسه مامانش مامانش که گفت پسرم چقدر قرص ماهه بگه
پسندیدم. تو خودت پچرا اینجایی؟ آره 3-4 هفته پیش تموم کرده رابطهشو و الان یه ماهم داره مووان میکنه، میکشه بیرون از افسردگی بعد رابطه، اومده به صورت فان الان اینجا. تو چی میگی؟ دوست دارم. دوست دارم. فکر میکنم همه این پشت میان یه دونه چک میزن آب کاش بزنه. نه دیگه شب خب من رابطم دیگه تموم شده، این چی میگم دیگه اون حسا دیگه رفته شب بینمون، انقدر قهر و آشتی اومد تو رابطم که دیگه الان احساس میکنم کنار هم نباشیم. پنج شنبه قهر میکردن شنبه آشتی؟ نه اتفاقا ما پنج شنبه آشتی میکردیم. چرا 6 و 3 و اینا میذاری؟ نه ما 5 شنبه همیشه آشتی میکردیم. بقیه روزا قهر بودید؟ من اگه دوستت هم جایی نهاره من آشتی میکردم بهش سنگ میذارم. ولی خب دیگه آخرش دارم که فایده نداره، داره خسته کننده شده. آره خسته. شما تو رابطه قبلی من بودی آقای فردوسی بود، من چی میگردی؟ من سوال میپرسم. آره خودش مگه نگفت دوست نداره راجع به رابطه قبلیش چیزی بدونه؟ پس چرا اینقدر سوال میپرسی؟ ببند دهن تو، سوال نپرس که چیزی هم رابطه قبلیش نشنوی. بری خالصه پنج شنبه من زنگ میزنم به شما. فقط پنج شنبه ها تماس میگیری؟ اگه پنج شنبه هاشی میکردم میگه ای باز پنج شنبه ها زنگ میزنم شما. خوبی؟ اصلا نمیفهمه چی میگه، اصلا نمیفهمه. پشمام پسر رید تو خودش. من دوروبر فکر کنم 9 ماه 1 سال پیش به خاطر تازه به دوران رسیده بودم. تازه به دوران رسیده بودن ایشون؟ بله. ببین من کلن همه پارتنرهایی که داشتم بیشتر 70-80% وضعیت مالی و ماشین خوبی داشتن. از این ما بین ایشون اینجوری بود که تازه به این داستان رسیده بود و اینا. چند وقت با هم بودی؟ ای سوال منم. ما دور برای 8 و 9. بعد یه آخر رابطه تازه به دوران رسید. نه دیگه، از اولی مشکل داشتم، ای داشتم خودخوری میکردم، بعد دیگه تهش دیگه طاقت نیاوردم و داستان. تهش دیگه مامانم داشت میفهمید من با یکی تو رابطم، دیگه گفتم تو تازه به دوران رسیده ای، آبمون توی جوب نمیره، خدافظ. نه ماما من با کسی نیستم به خدا. آره گذشتش برام مهمه دی. که کسی رو دوست نداشته باشه، اولین دوست داشتن اولین عشقش رو با من تجربه کنم. خب شما با پسر 17 ساله پیدا کنید. خب همین دیگه، من همیشه همینطورم با سنای پایین‌تر از خودم. یعنی تازه به بلوغ میرسن شما آشنا میشین؟ نه به بلوغ که نه دیگه، مثلا 19 20 21 22. آها جوجه بازید شما؟ بله جمال باز. جان اون واسه موضوع دیگه است. دختر حبس کشیده است؟ چی میگه؟ جمال بود. خب دیگه تو زنا هم هستش. چه فرقی داره؟ جمال جمال دیگه، حالا چه پسر چه دختر، جنسیتیش نکن آقای محترم. چی جمال؟ جمال یعنی خوشگل. خوشگل باز. ایشون جوج باز خوشگل هم. آره دیگه. بله. شما بفهم گذشته طرفت مهمه یا خیر؟ 100%. پشمام ریخته. چند دقیقه اخیر رو مغزم نتونسته فعلا آنالیز کنم. مهمه گذشته خودش که هیچ، گذشته خانوادهش هم به من مربوطه. من روزی 3 ساعت باشگاه نرفتم، این همه زحمت نکشیدم که فردای روزگار دست طرف رو گرفتم دارم تو خیامون راه میرم بگه اه فاتی فلانه زشته دیگه. باشگاهیه؟ این چی فاتی فلانه؟ نه اصطلاحی زشته. حالا فاتی فلانه؟ اصطلاحات شما چرا من متوجه نمیشم؟ جمال باز و فاتی فلانه و آدم هایی که خیلی مشهورن دیگه. بفرمایید شما چند سالتونه؟ من چند سال؟ چند میخورم؟ من 23 سالمه. شما چند سال؟ این 23 سالشه؟ پشمام چی؟ آقا تا من کتبن نبینم باور نمی کنم. الان مسموم میشم.
سالتونه؟ 26. دایره لغات عوض شده. فاتی اون فاتیه چی بود داستانش؟ اصطلاح مثلا میگن طرف مشهوره دیگه، یه لقب روش میذارن دیگه، مثلا میگن فاتی فلانه. اینقدر فاتی این اصطلاح اولین بار دارم از دهنتو میشنوم. فاتی فلان چیه؟ یه اصطلاح با اسم خانم داریم سکینه. فاتی فلان چیه؟ بالاخره شاید چیز خاصی نباشه، ولی بالاخره زحمت. شاید چیز خاصی نباشه. این چی بود اشاره کردی؟ کشیدم سر کار رفتم، روزی 8 ساعت 9 ساعت رفتم باشگاه، بعد بیام مثلا فلانی هر کی رسیده یه دونه لپشو کشیده رفته زشته دیگه. خوب شد لپشو کشیده. خب بفرمایید که رابطه رو شما چطور کات میکنین؟ برخی هستن که مثلا اگه رابطه رو به سردی بره یا خب مشکلاتی در رابطه به وجود بیاد، یه دفعه تموم نمیکنم، ذره ذره تموم میکنم، به خاطر اینکه دوست ندارم خیلی آسیب ببینن طرف من، دوست ندارم کسی از جانب من ناراحت بشه. بکنم اون یه ذره که میگید اون پنجشنبه زنگ میزنید شما با پنجشنبه من چیکار دقیقای محترم؟ بابا من دارم سوال میپرسم، من به شما گیر میدم پنجشنبه کجا میدم؟ دهنتو میبندی بذاری صحبت کنه؟ حرف بگو پنجشنبه چیکار میکنی؟ الان من دعوت نکردی گفتی پنجشنبه بیا؟ نه دیگه نمیخوام. من کی دعوت کردم؟ چایی نخورده پسر خورده شد. مودیه خوردادیه؟ مودیم به شدت مودیم تیریم. شما متولد چه ماهی هستی؟ مرداد. نه مرداد چون پدرم هم مردادیه ما هم نمیسازیم. تیر و مرداد میدونستیم. گفت با هم نمیسازیم. پس تو دیدی گفتم ددی شده دنبال پدر میگرده تو شریک مقابل، اونم که ما ایشو داره دنبال مادر میگرده. ما اینجا یه پا دیگه تراپیستیم. ما هم خیلی مچن تا خدا. نه من کینه ای ترین موجود روی کره زمینم. شرط بندم رو دست من نیستی. کینه ای تر از من حتی شطورم در این حد نیست. چرا؟ یعنی یکی به من بزنه زیر گوشم 15 سال بره اونور رد میشم، بعد 20 سال میزنم زیر گوشش میگم به یادم. قبول نمی کنه دعواییه. نه مثال زدم. خودتو تو سه پارامتر توصیف کن. خوشگل. مطمئن بودم اینو میگه بله. جذاب. مهربون. کیوت. تو خیلی کیوتی. گفتم اتفاقا همین دو دقیقه پیش خیلی کیوتی، یه تیری کیوت گفتی همش به قیافه. من همه چیم خوبه، همه چیم زبد ندارم. عصبانی، مغرور، کینه‌ای، ستاش هم بد گفتم. بفرمایی که تحصیلات طرف مقابل برای شما مهمه؟ آره برام مهمه، تا جایی که بتونه بنویسه بخونه و اینکه خب سیکلم باشه میتونه. نه نه فن بیان خوبی داشته باشه، چون من آدم آره برام مهمه به خانم بنویسیم اول دبستان پاس کنه. هله شکر اولین چیزی من همیشه میسپارم دست خودش. اه یعنی ایشون گولتون بزنه به برایزه شما میری؟ من میخوام گول بخورم اصلا. همون شما اومدی گول بخوری فقط؟ گول بخورم. نه ولی کلن اصلا سبک عجیبیه. یکی چیز کنه به فکر چاره باشه، کتاب میخونه، چهار تا کتاب میخونه، فن بیانش هم قوی میشه دیگه. کتاب خونده چه؟ اصلا فن بیان ربطی به تحصیلات نداره. تحصیلات درک و شعور و اینا رو میبره بالا. هیچ ربطی به فن بیان نداره. فن بیان من دیدم بی سوادن ولی فهم و شعور بسیار بالایی دیدم دارن و اینجور آدما رو من خیلی لایک دارم. چیز بچه من تازه مافیا دیدم. یعنی یکی دوتا نبوده. خب مرشد هم همین رو میگه دیگه، میگه فن بیان ارتباطی به تحصیلات نداره. شما هم داریم میگیم بله. چهار دقیقه است نگفتی من خوشگلم، نگران شدم. خب شما بگو جای من. نه بابا من چی بگم؟ نکنه الیزابت تیلور رو گذاشتید برای من؟ کجا معلوم؟ برای من شما معتقدین که تحصیلات بالای یک طرف باعث ارتقای سطح اجتماعیش میشه؟ نه. خب شما اصلا خودتون بفهمید که تحصیلات طرف مقابل اصلا براتون مهمه؟ برای من مهم نیست ولی برای خانواده‌ام خیلی مهمه. برای همین یک کدوم هست ایناست که تو زندگی زهر مار میکنه روزا رو بزنش. چرا؟ چون مامانش خوشش نمیاد.
بر چی این غذا رو درست کردی؟ مامان من این غذا رو دوست نداره. چرا خواستیم تو ماشین بشینیم؟ تو فلان حرف رو زدی، تو اینو گفتی، این کارو نکردی، مامانم خوشش نیومد. چرا فلان جا نمیای؟ مامان من دوست داره بیای. چرا اینو تنت کردی؟ مامان من خوشش نمیاد. چرا اینو پات کردی؟ مامان من بدش میاد. چرا اینو سرت نمی کنی؟ چون مامانم دوست داره سرت کن. وای وای، تو یک آدم به شدت سمی هستی تا ابد، تا زمانی که متوجه این موضوع شی. اینو واقعا خالصانه بدون هیچ نیت جاجی گفتم. واقعا دلم واقعا به حال خودش و شریک زندگیش یک لحظه سوخت، چون کاملا اون زندگی تباه میشه. برای منم مهم میشه چون اولویتم خانواده است. شما این پسر که مادرتون براتون پارتنرتون انتخاب میکنه و زن میگیره؟ من مادرم تو کار زندگیم دخالت نمیکنه، ولی اگه یه زمانی یه حرفی بزنه قطعا یه داستانی پشتش هست که داره حرف میزنه. بچه‌ها هیچ وقت ازدواج نکن. من نمیکنم. من بگه نکن نمیکنم. بگه بمیر میمیرم. شما هیچ وقت نباید ازدواج کنید، چون مادر برای همه عزیزه، ولی خب آفرین. به نظر من نباید خیلی تو زندگی زناشویی یا مثلا پارتنرت بخوای. هیچ موقع مادر و پدر من بدون دلیل هیچ حرفی در مورد کسی نمیزنن، مگه اینکه یه داستانی پشتش باشه. من اصلا امکان نداره اجازه میدم خانوادم راجع پارتنرم نظر بدن یا دخالت کنن، چون خودش این گذاشت. او دعایه بود، دعا و جادو. مامان بابا بچه جادو کردن. به عهده خودم و میدونن پس خودم بر میام. پادشاه زندگی من بابامه. بگه بمیر میمیرم، امکان نداره بگه اینو بذار کنار نذارم. حالا هر کی میخواد بگه مامانیه باباییه، هست که هست، همینه. خب بفرمایید که اهل فیلم و سریال هستین. ببین، مادر پدر مقدسن برای فرزندها. طبیعتاً هر مامان بابایی عزیزترین فرد اون زندگی اون بچه شونن و همینطور برای مامان بابای عزیزترین فرد خب بچه هست. بکن توی گلدون داری که داری ازش مراقبت میکنی، بعد این گلدونه رو تو باید جلو آفتاب بذاری، بهش آب بدی، چه میدونم خاکش رو عوض کنی، مراقب باشی، هر روز آب ندی، خاکش نگنده، خاکش چه میدونم قارچ نذاره، کرم نذاره فلان. ولی تو اگه این گلدون رو همش مراقبش باشی و یه سایبون بذاری بالا سرش و هر ساعت به این آب بدی، فکر کنی داری ازش خیلی خوب نگهداری میکنی، خاکش میگنده، گله پژمرده میشه، گلدونت خراب میشه و در آخر گله میمیره. یه سه از رفتارهای مامان بابا هم همین جوریه. خیلی دوستت دارن، عزیزترین شخص تو زندگیشونی، ولی یه جایی باید تو متوجه شی که ای پدر ای مادر، یه جا دیگه باید بذاری خودش همه کاراشو بکنه اون بچه. این حجم از مراقبت و این حجم از کنترل و این حجم از 1001 مدل نظر دادن راجع به سر تا پای فرزندت ممکنه همیشه به حق نباشه. داری آسیب میزنی به یه جای دیگه‌اش. اجازه بده گند بزنه، اجازه بده برینه تو انتخابش، ولی در عوض ساپورتیو باش. زمانی که به یه جا رسید که احتیاج داشت به تو، حضور داشته باش، ولی بذار کار خودش رو بکنه، بذار انتخاباش انتخابای خودش باشه. حتی ریدم از اون طرف نگو خودت خواستی خودت کردی، به من ربطی نداره. پشتش باش، بگو هر کاری میکنی حتی به اشتباه من کنارتم. خودش تصمیم. از من نمیفهمم این حرف یعنی چی. چون مامانمه، چون بابامه، پس اون هرچی بگه صد درسته. من یکی تو کتم نمیره، چون اون آدمه هم به نوبه خودش یک انسانیه که میتونه درست نگه. مگه همیشه حرفی که از دهن مامان بابا در میاد همیشه درسته؟ مامان بابا تو زندگیشون تا حالا اشتباه نکردن؟ میشه همچین چیزی؟ این حرفی حرف کورکوران است. من اصلا این حرف رو قبول ندارم. فیلم سینمایی بیشتر دوست دارم، سریال نه. خیلی خاص باشه نگاه میکنم. چه ژانری بیشتر؟
فیلم های سینمایی که دوست دارم نگاه کنم اکثرا هم ترسناک نگاه کنم. کشتم. اگه بتونی یه روز تو بدن یکی دیگه زندگی کنی اون کیه؟ ایلان ماسک. رونالدو. اگه بتونی یه روز تو بدن اکست زندگی کنی چیکار می‌کنی؟ سوال جدیده. اولین جایی که میرم آزمایشگاه. چرا؟ آزمایش خونه دیگه، بالاخره آدم بعد چند وقتی بار ببینه ویتامیناش کم شده نشده خوبه. بالاخره آدم کم شده. ویتامیناش زیاد شده باشه. ویتامین موز زیاد داره. زبانم قاصره. واقعا زبانم قاصره. آره پاش بو نده. بعد هم میاد پسر پاش بو بده. بعد با کیا گشتی؟ نه با کسی نگذاشت. وای از مدل حرف زدن پسره متنفرم. ببین میتونم ساعتها راجبش دیس بکوبم. یعنی دختره یک کلمه برگشت کن مثلا من چهار هفته پیش مثلا رابطم رو کات کردم فلان. با کیا گشتی؟ نگه پاش بونه با کیا گشتی؟ نگن بهش فلانی لب هر دفعه یکی لب پشو بکشه. بابا باشه تو خیلی خوبی، یک عشق داشتی که 8 ماه 9 ماه بود دیگه هم پروندهش بسته شد، ازش هم چکاپ کامل خواستی. درود به تو. چرا اینجوری تیکه میندازی؟ خیلی کار خیاریه. نمیفهمم نصف ویدیویی که داری راجع به مامان بابات صحبت میکنی، نصفش هم که داری تیکه میندازی که با کیو گشتی، همه لپتو کشیدن پنجشنبه جمعه فلان. اصلا خیلی شعورت پایینه. هیچ دختر ها که کسه، من اصلا دختر حرف ندارم بزنم. خیلی خیلی شعورت پایینه. فکر میکنی باهوش و باشعوری ولی نیستی. ولی خب پسرها اکثرا جوری هم. کجا پسر ها اکثرا باورم نمیشه. چرا اصلا سوپرمارکت میری یارو صحبت میکنه؟ شما سوپرمارکت میری پای طرف رو بو میکنی؟ نه خب تو دوره همی که مثلا میرم خب زن کسایی هستن که میرم دوره همی هم میری لابد اونجا هم پنجم به جامعه هم میمونی، لابد اونجا هم لابد رو میکشن، لابد دوره همی هم میری پای همه رو بو میکنی. پاشون بو میده و اینا، این خیلی برام مهمه، خیلی اولویت. مگه مسجد؟ من پسرها خب پاشون اکثرا تو کتونی میمونه، باید کتونی خوب بپوشن، کتونی خوب بپوشن که اصلا پاشون بو نگیره، چون بالاخره آدم میره یه جو کفش در میاد، یه پنج شنبه که اصلا میاد کفش. دست پیش روانم رو اذیت میکنه. تو حضورت روان ما رو داره اذیت میکنه، میدونی؟ همین که اینجا نشستی طرف یه کاری میکنه بعد میدونه من ریاکت نشون میدم رو اون کار، بعد برای اینکه اونو بخواد لاپوشونی کنه یه دفعه یه چیز دیگر رو اصلا بامبول کنه دست پیش بگیره. من دوست دارم بگیرم بکوبمش رو دیوار. دست بزن داره. بابا شما اکشن دوست داری دارم میگم دیگه. به قول خانم هانی، نهال هانی، پسر اگه دست بزن داشته باشه انه ان. نه شما رو میبرم چون بزنی. آفه من پس شوهر نمیده. اینو ور نداری شدی رابه اسکوی. رابه اسکوی مگه چشه رابه اسکوی؟ یکی اینکه خیلی وزنش اومده پایین، دو اینکه موهاش خیلی زیبا شده و کلنگا یه آدم دیگه شده. رابه اسکوی چشه؟ الان واسه چی رابه اسکوی مسخره کردی؟ خودتو تو آینه دیدی؟ وای نگو تا رو خدا. خوشگلم بابا. خب بفرمایید که آیا بالا شهری پایین شهری بودن اون فرد برای شما مهمه؟ نه ولی پایین شهر باشه. چرا؟ بیشتر باشون حال میکنم. از چه لحاظ باشون حال میکنم؟ چون دعوا میکنن؟ نه همشون که دعوایی نیستن که، خیلی آدم درست حسابی هم توشون داره. اونجا صد نه به خاطر اینکه خوشمشربن. سن میشه باشون گفت خندید شوخی کرد بزنید سر کلشون. آجی هم میترسن دختره.
ولی ربطی نداره، شما بالا شهر هم باشه طرف ممکنه لوتی باشه، حالا همه فی سو افاده ندارن تو بالا شهر. خب من دوستم بالا شهر باشه آقا، من مشکل بریشه دلش میخواد به تو چه، همونجور که تو دلت میخواد گیر بدی که چی بپوشی چی نپوشی، اینم دلش میخواد دوست بسرش پایین شهر باشه. تو رو سننه چی میگی تو رو حساب همی؟ خب پایین شهر باشه، اگه بچه بالا شهر کنسله برای مهمه. واقعا از همه نظر عجیب بود چیزی که گفت، واقعا متفاوت ترین جواب ممکن تو کل بلاین دیتایی بود که تا حالا تو زندگیم دیدم. خیلی جوابش بامزه بود. کلن کسایی که حالت بالا شهر تور دارن یه ذره سیستمشون اینجوریه که دیدن و راحت تر باشون میشه چیز معاشرت کرد. سن همین دیدم بیشتر تمایلم رو به اینه که رو به بالا شهر. یعنی بچه های پایین شهر ندیدن؟ اونا هم دیدن، سبکمون به هم نمیخوره. من سبکم به پایین میخوام. خب بفهمید. پشمام ریده، پسر ریده. منظورش این بود که پایین شهری ها ندید بدیدن. باشه تو دیدی. حتی بعید میدونم چیز زیادی دیده باشی. خط قرمز شما. تو از نظر مامانت خیلی ممکنه زشت باشه چیزایی که واقعا باید ببینی تو زندگی. و به روح لطیفت ممکن خدشه وارد شه. برای همین نمیذاره خیلی چیزا رو ببینی. واقعا ندیدی خیلی چیزا رو. آره خط قرمز منم دوست اجتماعی و جاست فرند و اینا رو اصلا کلن گوشیشم باید به دستم، گوشیش رو نگاه کنم چک کنم. بعد چیز شخصی نداریم. یعنی چیز شخصی نداریم؟ من شاید عکس مثلا یه دونه دوستم تو گوشیم باشه. اشتباه میکنی، عکس دوستتو پاک کن. یعنی چی پاک کن؟ من چیز شخصی شاید تو گوشیم داشته باشم. شما هر باغچه یه بیل بزنی یه کم در میاد. اصلا دوست ندارم چیز شخصی بین من و پارتنرم. ببین شما اصلا. یا یه چیزی رو شروع میکنی اعتماد میکنی به طرف، یا اینکه اصلا شروع نمیکنی دیگه. من ترجیح همینه که خودمم قوی برم جلو تا خیلی بخوام اعتماد کنم. وقتی دختره گفت پایین شهر پسنده، پسر جا باغچه کیوخ چالیس خاکرمتش در میاد میشه من دوستم سوسن. دقت کردی تغییر فاز پسره رو؟ پسر پیغمبر. خب پس اومده با من رفیق شده که میخواد یه چیزی هم تو گوشیش نگه داره. رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ با من باشه بعد یه چیزی گوشیش نشته باشه؟ نه متوجه نیستی، من میگم اصلا دختری یه لحظه اکت عروسک اومد طرف یه باشه بعد یه چیزی گوشیش نشته باشه؟ نه متوجه نیستی، من میگم اصلا طرف یه جایی میرسه که هیچ کاری نکرده، ولی شما خودت یه چیزی رو میبینی اشتباه برداشت میکنی ناراحت میشه. آها خط قرمز هم این هم هستش. آبجی هم آبجی رو دادش اینا نداریم دیگه، تموم شد. بکن ما بچگی با یکی بزرگ شدیم بعد میگه اونو به خاطر دوست دخترمون دختر خالمون رو نبینیم دیگه. پارتنر من نباید اینجا رو قرمز کنیم و این چیزا بزن. پارتنر من نباید بره مثلا با دختر خالش چون اینا بره بیرون. حالا تو جمع خانواده بشینن مشکلی ندارم، ولی خب با دختر خالم دارم میرم بیرون. رو چه حساب دختر خالت داری میری بیرون؟ مگه من با پسر خالم میرم بیرون؟ برو خب ازتون میخوام تو با پسر خالت بیرون نمیری پشمو. تا اینجای برنامه به هم دیگه امتیازه که اولیه از 10 بدین با شمارش 3-2-1. من شاید فکر میکنه مثلا همه اینجوریان که مثل تارگریانان. 3-2-1 وای. آیا فکر میکنی طرف مقابل از شما خوشش اومده یا نه با لایک و دیسلایک؟ 3-2-1 آیا شما تا اینجای برنامه از طرف مقابل خوشتون اومده با لایک و دیسلایک؟ 3-2-1 آیا تصوری از ظاهر همدیگه دارین؟ به هم دیسلایک دادن، باورم نمیشه چقدر شوکه کننده. دست میکنم قدش بلنده بعد وزنش هم فکر کنم مثلا 80 اینا باید باشه. بعد احساس میکنم سفیده، موهاش هم بوره. احساس میکنم بور؟ من احساس نه سفیده میکنم که یه قد کوتاه. بعد زبون دراز اوف موه مشکی. بعد از اونجایی که یه ذره لحن صحبتی و محلی که گفت احساس میکنم لبا رو جل زده. چه ربطی داره؟ وای چقدر کوتاه فکری، چقدر کوتاه فکری.
بعد دماغ عمل کرده یه زاویه فک ریزی هم زده، بعد سایه چشم داره. جدی؟ اصلا پشمام ریخ از سایه چشم که گفتی. آخه بقیه که میان تو ویدیو سایه چشم ندارن. لباس تنشه، کفش پاشه. رسیدیم به جذابترین قسمت برنامه، جایی که دیگه پرده رو برداشتیم و سعید و مرشد قراره که برای اولین بار همدیگر رو ببینم و ما ریاکشنشون رو ببینیم. دختره برینه به دختره، برینه به پسره. مرشد سه دو یک، من سه دو یک. دختره مشکل چیه؟ خدا وکیلی حال کردی؟ تحتا داره، تحتا داره. خدا وکیلی حال کردی؟ پیشبینیو لبو گفتم، زاویه رو گفتم، دماغم گفتم، سایه چشم گفتم. به من گفتی اون شکلی که تصور داشتم به من گفتی سفیده نبود. به من گفت سفیده. اسکینی چرا پوشیدی؟ پسر الان اینجور کنه یه دقیقه میتونم هم دستشی به همه اینجور کنه. تو کنسلی دختر، تو کنسلی. اسکین این شلوار پارچه ایه. دوست ندارم. شما شلوار بگو با پیرن مردونه شلوار بگو با پیرن مردونه میپوشی شما؟ هر مدل هم انجام میدنی. مدل مدل خنده دختره رو دیدی؟ خدا بود خندهش. مدل مدل قشنگ قبل اینکه چشو بردارم وای دختره این دندونش خرابه. دقیقا اونی که قبل چیزاشه برامیکاست پشمام. خدا به من گفتی بور؟ گفت جون وای. بعد سفید؟ نه سفید هم تتو هم داری. خانمده باید اجازه دادم پتو من بابا خیلی قشنگ اومد. گهی ضربتی چی زدی زر گهی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این همه تیکه انداختی شب جمعه پنج جنبه لپت کشیدن فلان. خیلی خودت خوب تیکه انداخت، چسبید بهم. بام بسن میزنه جدی؟ نمیشکن چه بابایی داری؟ خب بفرمایید که دیدگاهتون نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج چیه؟ اگه یه پلمون احساس میکنم آقای شهاب جان صادقی خیلی از ضبط این ویدیو خسته شده تا به آخر رو به ازدواج بخواد ختم بشه. سوالو داشتین؟ جدید بود سوالو؟ خب بفرمایید که دیدگاهتون نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج چیه؟ اگه یه پله مونده باشه به آخر رو به ازدواج بخواد ختم بشه خب اشکالی نداره، ولی اگه بدونی که دیگه میشه من هم دستجویی ولی آخر دیگه گزینه آخره و میخوای ازدواج کنی چمدون بستی بری خونه وقت. ببین کلن یه سفره‌ای رو میخوای سرش بشینی، اگه غذا نتونی از توش بخوری نمیتونی سر سری بعد سر سفره بشینی، که بالاخره باید یه مزه زیر دهنت بره که بتونی بگیری، یعنی به مرحله ازدواج برسه. آن شما میفهمید که What؟ چی گفت؟ باورم نمیشه. لزوما باید پیش از ازدواج رابطه جنسی برای رابطه روبه ازدواج و هدفمند به سمت ازدواج حتما با رابطه جنسی باشه، برای اینکه احتمال میدین که چون آخه خیلی از روابط به خاطر همین دلیل مشکلات بعد از ازدواج ممکنه که اصلا به خاطر موضوع جنسی باشه، پس این لزوما برای روابط هدفمند لازمه که این موضوع هم برقرار بشه. شما موافقین؟ بله من. شما هم موافق؟ بله. خب رسید ببین این خط این نشون مطمئنم یه جوری مردم رفتن ریدن به این به گو خوردن افتاده. ببین مطمئنم کامنت های ملت صد شرط میبندم
اگه خواهر خودت هم بود میخواستی بگیش مثل سفره از همه بیان یه لقمه ازش بخورن؟ اون مادری که میگی تو ویدیو اینجوری تربیتت کرده؟ به کی دهن زده؟ ببین مطمئنم و همش حقته. دیدیم به چالش تلفنی جایی که سعیده و مهرشاد با دوستای همدیگه تماس میگیرن و شما ریاکشنشون رو میبینین. سلام نسترن خانم، خوبی؟ سلام نسترن خانم، خوبه. من دوست پسر سعیده هم، گفته بود میاد پیشت. یادم رفته بود اسمش سعیده است. بیبش؟ بیشتر سعیده، نه سعیده. پسر سعیده؟ بله. نداره؟ گفت میاد پیش شما، من شما نسترن نیستی؟ جان؟ رفته همون؟ خب یه دقیقه برو جلو در، یه دقیقه گوشی بده بهش. 10 دقیقه دیگه میاد. سلام نسترن جان، من همون بودم، با دوست پسر جدیدم آشنا شدیم. دست در نکن که اعتماد نمی کنیم. دوست دخترم مهرشادم. بعد مهرشاد گفت داد میاد پیش تو، الان هر چی بهش زنگ میزنم جواب نمیده، نگرانشم. چه گریه میکنی؟ نگرانشم جوابمو نمیده. خب والت نمورده که اینجا خوشی بوده. بس چند وقته با همی؟ ما خیلی وقت من چیزی نگفته. ما خیلی وقت با همی، مالو گوشی رو میبری بدی بهش یا نه؟ بله چرا حالتی گریه میبرید؟ آبروان قاطی نکنی. نمودی هم میگه اینجوری هم گوشی رو به شسته ندارم، خسته شدم. گوشی رو داره شدم کجاست؟ فوتبال نگاه میکنم. یعنی چی فوتبال نگاه میکنم؟ یعنی پشت خط با تو حرف میزنم نه فوتبال نگاه میکنم. شما با هم دیگه من که سر من زنی میزنم به ارشاد میاد. گوشه دو به ارشاد. مرشاد میده تو داری با من اینجا حرف میزنی؟ مرشاد میده تو داری با من اینجا حرف میزنی؟ من با بابا من میده با صدا بلند داری با من حرف میزنی. خوشم نمیاد با صدا بلند با من حرف میزنی. لیترلی داره لاس میزنه با دوستش و اون نیشش بازه. من؟ داشت علی این چاه گرفته داداش، گیر کردم من تو این همومه. زهرم مار نمیخوام بانمش بازه. اگه قرار باشه شما توسط یکی کنسل بشین فهم میکنی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کنسله فرکانسشو نیستم. من که گشنم زیاد میشه، قر زیاد میزنم و اینکه خیلی قر میزنم. به خاطر اینکه اگه ناراحت بشه یادم میره که ناراحت شده. اصلا حوصله بچه داری ندارم. من حوصله بچه داری ندارم ولی پارتنرم باید خیلی مامانم باشه. چقدر تناقض روانی داره این آدم. زیاد شعب خیلی من شرم و کنم. بفرمایید که مثلا شهاب من خیلی کار شرم آور کردم. زنگ در خونه مثلا هنوز که هنوز زنگ در خونه رو میزنم فرار میکنم به خیال. هنوز؟ عرم. چند ساله بود؟ شماره میفته و اینها دیگه تابلو شده. آره دیگه شماره میفته دیگه. نه دیگه خط احساس میکنم آقای شهاب جان صادقی نسبت به اول ویدیو لاغرتر شده. من خب چند ساله بود؟ یه خط دارم زنگ در خود میکنم. سه تا رفتار عاشقانه: بوسیدن، خریدن، بیرون بردن. سه تا رفتار عاشقانه: بوسیدن، بیرون بردن، خرید کردن. بیرون بردن سگه مگه؟ مثلا بیرون میبریش الان داری رفتار عاشقانه ات خود نشون میدی؟ بیرون میبریش؟ تو نمیری ببینی و کسی که دوستش داری و به چشم این که دلت تنگ شده میخوای ببینیش؟ رفتار عاشقانه است؟ سه تا جایی که میشه دیت رفت: پارک، کافه، شهربازی. شهربازی دفعه دوم اینو گفت تو ویدیو. وقتی دو بار تاکید کرد روی شهربازی یعنی خیلی شهربازی دوست داره. اشما امیدوارم فوتبال حبابی هم بری چیز کنی، یعنی مورد علاقت شه دیگه. اونجوری خیلی همه چی خوب میشه. شما باختی و شما بردی. بچه پایین باخت نمیتون. شما باید ایشونو معجزت کنین. بله
بزن تو سرش زنگ بزنه به باباش بگه مامانش پارتنرم حاملش چی شده؟ پارتنرم حاملش میکنی کارو بابا؟ بله بابات چونم بابا چطوری بابا خوبی؟ سلام عزیزم قربونت زنده باشی چونه دلم بابا؟ میگم چیزه کجایی؟ من ایران مال چطور؟ یه چیزی من هستم ببینیم صدامو کسی نمیشنمه که چی؟ نه چی شده؟ من دوست دخترم حامله است شوخه نکن بابا جدی میگی؟ جدی فرمایی؟ جدی میگم خب خودت نظرت چیه؟ تو میگی باید چه کنی؟ آه؟ این میگه من نمیندازم خب راست میگه دیگه بچه تو باید نگرش داری دیگه آره یعنی تو اوکی من بچه دارشم؟ والا چی بگم دیگه دست بالیه به آب دادی دیگه چیکار کنم باید پای کاری که کردی وایسی بابا پشمام ریخته از این حجم از منطقی که بابای داره به خرج میده غیر قابل تصور با هم میگفت به مامانش زنگ بزنه اینو بگه اینجا تو واقعا سوتی دادی با هم میگفت به مامانش زنگ بزنه اینو بگه نه به باباش موقع داستان دیدنی تر میشد داره میگه باباش رفیقه بخواییم بین بزنیم موجود زنده است در هر حال کار اصلا از اخلاقی درست نیست بابایی خب بابا بابایی تصور کن یه همچین اتفاقی رو گزارش بدی به خانوادت و با لفظ بابایی باهات صحبت کنن شاید عادت داره مثلا هفته یه بار این خبر رو میره خیلی ریلکسیده بیخیالی بابا چرا با خودش یه فکری بکن بابا چالش بود بابا مسخره گوشتم خیلی مسخره الان که چالش بود میگه پدر سگ آشغال این چه حرفی بود زدی خدافظ ساده یا خیلی ببین من آره من این شکلی هم من اینجوری هم که بره باید تصویری زنگ بزنه بعد تصویری هیچ دختر نباید بیاد بره یعنی من اینجوری که مثلا با دوستش عکس بذاره من عکس رو زوم میکنم مثلا همه چی نگاه میکنم از تو شیشه عینک دوستاش شب بتون پیدا کنه که کی اونجا بوده که نگفته روی اصلا دیدی شیشه ها چیز باستاب عکست میخوره میافته باستاب جسمت میخوره عکس چی آره میخوره میافته من اونجا رو هم باز میکنم نگاه میکنم مثلا تو عینک ها دیدی گفتم کافیه یه کشم رو ببینم بعد مثلا اگه من چیزی پیدا نکنم میگم اون کچل کی بوده من بردیش اونجا هیچی نداشتم خب رسیدیم به بازی دروغ سنج و ابتدا از مهشاد شروع کنیم بفرمایید که آیا تا حالا شده که به کسی احساس نداشته بوده باشین من دستگاه بهش وصله؟ ولی بهش گفته باشین که دوست دارم و اینها خیلی آیا به پسری که دوستت بهش کراش داشته تا حالا پیشنهاد دادی؟ بله داره میگه بله آیا تا حالا وسایل کسی رو برداشتی؟ سفینه است؟ کش بری آره آیا تا حالا خیانت کردی؟ بله بله شما دوباره چی میگردی؟ آقای فردوسی بود شما دوباره چی؟ خب لطفاً چشماتونو ببندیم و تا لحظه که من باور کن دستگاه الکیه ولی چون میترسن زایشن دیگه میگن به ناچار درست دیگه بله بله میگفت نه هم اون سفینه میچرخید من نگفتم باز نکن به انتهای برنامه رسیدیم ازتون میخوام که یه امتیازدهی نهایی از 10 به هم دیگه بدین 3 2 1 یک بده بشت آیا فکر میکنی که طرف مقابل از شما خوشش اومدی؟ از اول ویدیو دارم میگم 3 بذار تو چت دختری 3 داد که به من میخوایی ایمان بیارین به میدیوم من یا نه با لایک و دیسلایک 3 2 1
و رسیدیم به هیجان انگیزترین و جذابترین قسمت برنامه، جایی که دیگه میپرسم از سعیده و مهشاد که آیا تمایل دارن دیت دوم با هم دیگه برن یا خیر. با شمارش 3-2-1 من. 3-2-1 خب بفهمید که چرا دیسلایک. یه دونه موضوع این که من کلن شخصیت پارتنرم سیستمش اینجوریه که گوشیش داره زنگ میخوره مامانشه الان میگه کیو عمل کرده بلا سگ، حالت مظلومطور دوست دارم. خب یه ذره حالت مثلا پرخاشگری دارم. بعد سیستم دوم این که از لحاظ تایپ ظاهری و اینا من کاملا نچرال، اصلا سیستم مثلا زاویه و اینا اصلا از لحاظ تایپ ظاهری من به نظرم نیست. همین موضوع. خب بفهمید که شما چرا دیسلایک. چرا اصلا تایپم نیستش. برین بهش. همیشه خوبه ولی تایپ من نیست. برین بهش. تایپ من اسکینی و اینا نیستش، بعد ریش داره و سیویل داره نیستم چون جوجه بازم. کوسه بازی؟ بمونه تو تو خوبی، تو خوبی بهتر. من یه شب باید چهار تا چیز باید برم بمونه دیگه، همه چیمونو کشیده بیرون. نه تایپ هم نیستش و اینکه نه اخلاقی نه ظاهری. برین بهش و به پایان این بلایندیت رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. شما با لایکتون و سابسکرایبتون از من حمایت میکنین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. این خفن در قیچی چیه تایتل؟ من ناراحتم از این ویدیو. با هم میگفتی بیشوره، با هم میگفتی خیلی چیزها رو، با هم میگفتی که نگفتی. واقعا نمیفهمم یه اینجوریش میکردی. دلمون شاد شه، دلمون که شاد شد خیلی جاهاش. عجیبه، خیلی عجیبه این آفن. خیلی دوست خیلی خوبیه برای خانم نهال هانی، خیلی دوست خوبیه. به نظرم فیت این دوتا خیلی قشنگه. موافقم.